سلام، مرز فیروز هستم، با یه قسمت دیگه از طراحی ویلا در خدمتون هستم. توی این قسمت میخوام بهتون ستونگذاری ویلا رو یاد بدم، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب بریم برای گذاشتن ستون ها. خب ابعاد ستون رو برای این پلان هایی که دو طبقه بیشتر نیستن حدود 40 در 40 میگیریم، زیاد نیاز نیست ستون های بزرگی داشته باشن. REC رو تایپ میکنم، انتر رو میزنم، کلیک میکنم روی نقطه، شیفت ادساین رو میزنم و 0.4 و 0.4 رو تایپ میکنم، انتر رو میزنم، انتخابش میکنم. یه لایه من قبلا براش ساختم به اسم کالم. اینجا من یه لایه ساختم به اسم کالم و شما میتونید این لایه رو بسازید و انتخابش کنید، ستونتون رو تو اون لایه قرار بدید. بعد اینو براش یه هچ هم تعریف کنید. من یه لایه هم برای هچ ستون ساختم، اسمشو گذاشتم اچ کول. روی این لایه میرم، شما این لایه ها رو بسازید. من چون نمیخواستم وقت ویدیو گرفته بشه دیگه نذاشتم اینا رو. اچ رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، سالید رو از اینجا انتخاب میکنم و روش کلیک میکنم و این ستون رو میسازم. میتونید ستونتون هم به بلاک تبدیل کنید. بیو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، سلکت آبجکتش میکنم، اینتر رو میزنم، پیک پوینتش هم نقطه وسطش خوش تشخیص میده انتخاب میکنم و اسمش رو کول میذارم، مخفف کاله. اوکی میزنم، انتخابش میکنم. از این نقطه میتونید همه جا ببرید و قرارش بدید. خب ازش کپی میگیرم، از این گوشش انتخاب میکنم، کلیک میکنم و میارم اینجا قرار میدم. از جفتشون کپی میگیرم، دسترسی اور تایپ کنم، اینتر رو میزنم، انتخابشون میکنم، اینتر، و این نقطه گوشه بیاد اینجا قرار بگیره. اسکیپ رو میزنم، از دستور کپی خارج میشم، دوباره از این کپی میگیرم و از این نقطه میام تا تقریبا آشپزخونه، حدوده آشپزخونه روی این خط کلیک میکنم و بعد جابجاشون میکنم با دستور موو و اینا رو داخل کابینت ها میبرم که ستونا دیده نشن. جابجاشون میکنم، داخل کابینت ها میبرم و در نهایت ازشون دوباره یک کپی دیگه میگیرم از هر دو و از این قسمت بالا کلیک میکنم، میام اینجا قرارشون میدم. حالا از این دو تا کپی میگیرم، اینجا میخوام ستون داشته باشم، اینو ازشون کپی میگیرم، از این نقطه انتخاب میکنم اینجا و میام تو این راستا قرارش میدم. از این ستونا یه دونه دیگه اینجا بعد قرار بدیم، ازش کپی میگیرم، از این ستون، از این قسمت این سمتش کلیک میکنم و میام اینجا قرارش میدم. حالا لایه ستونمون رو انتخاب میکنیم، بقیه لایه رو خاموش میکنیم، سی او رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، همشون رو انتخاب میکنم و چون من پلانمون با فاصله 30 تا از هم دیگه کپی گرفته بودم، از این میتونم 30 تا جابجا کنم و اینجا قرار بدم. یه کار دیگه هم میشه که دستور سی او رو تایپ کنید، همش رو انتخاب کنید و بعد از اینکه انتخاب کردید اینتر رو زدید، روی نقطه کلیک کنید، اینا رو جابجا کنید و بعد دستور اسکیپ رو بزنید. حالا همه لایه هاتون رو روشن کنید با دستور آن ایزولیت و مجددا سی او رو تایپ کنید، اینتر رو بزنید، این بار پی رو تایپ کنید که مخفف پریویوس هست، یعنی انتخاب های قبلی، اینتر رو بزنید، همه ستون ها انتخاب میشه، این نقطه کلیک کنید و بیارید این نقطه کلیک کنید، ببینید کجا افتاده ستون ها. این ستون افتاده تو کمد دیواری، بهتر جابجا شه زبیت عقب تر. پس من اگه این ستون ها رو انتخاب میکنم، همه اینا رو انتخاب میکنم، این انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم، همه این خط رو انتخاب میکنم و میارم جابجاش میکنم، از این نقطه کلیک میکنم، میارم اینجا تو دیوار قرارشون میدم. این ستون ها مشکلی نداره چون داخلی خیلی چیز مهمی نیستش. تنها نکته ای که اینجا داره این هست که وقتی ستون ها اینجا پل ها رد میشه، این پل ها به شما اجازه میده کفتون یه ذره بیارید جلوتر. پس من اینجا این خط رو و این دوتا خط رو به دستور موو جابجا میکنم و از این نقطه انتخاب میکنم، اینجا قرارشون میدم، بعد فیلت میکنم، اینا رو به هم میرسونم. اینجا آشپزخونه رو ما میتونیم دیوارش رو اینجا رو بیاریم جلوتر، با دستور موو اینا رو انتخاب میکنم، از این نقطه میارمشون تا اینجا، بعد فیلت میکنم اینو به این و اینو به این، اینجا هم همینطور فیلت کنید، بسته بشه دیواراتون. حالا اینجا میتونیم برای اینکه ستونا رو نبینیم، دیده نشن، میتونید دیوارا بیارید جلوتر. مشکلی هم نیست ستون ها حالا دیدن بشن توی نمو، ولی خب تو سه بودی
شاید زیاد جلوه قشنگی نداشته باشه. اگه بتونیم تو آشپزخونه اینا رو جابجا کنیم ببریم جلوتر خب بهتره. ببینیم اگه این کار انجام بدیم بهتر هست یا نه. من دستور عموم میزنم، اینا انتخاب میکنم، این ستا رو انتخاب میکنم، اینجا رو هم انتخاب میکنم، اینا هم انتخاب میکنم و از اینجا انتخاب میکنم، اینجا قرار میدم. دی آی تایپ میکنم، از اینجا تا اینجا رو در دیستنس میگم. 1.20 مناسبه، اینجا مشکلی نداره و ما حتی میتونیم این قسمت آشپزخونه رو دیوارش رو استرچ کنیم و جلوتر ببریم. از اینجا انتخاب میکنم دستور استرچ رو، ستونا رو شیفت و نگه میدم، روشون کلیک میکنم تا انتخاب نشن، اینجا رو تا این بر میبریم به این صورت بشه. الان بهترین حالت ستون گذاریمون رو انجام دادیم. ستونی داخل فضامون قرار نگرفته که فضای ما رو خراب کنه یا ناقص کنه. سیف میگیرم حتما کارم و شما هم حتما کارتون رو سیف کنید. میتونیم تو این راستا در این امتداد هم یه ستون قرار بدیم. بهترین حالت اینه که این ستونای وسطی ابتدا و انتهایی توی عکس وسط صف قرار بگیرن. XL رو تایپ میکنم، این وسط یه ایکس لاین تعریف میکنم، کلیک میکنم یه ایکس لاین عمودی ترسیم میکنم و این ستونا رو جابجاشون میکنم، این ستون، این ستون، این و اینو انتخاب میکنم و نسبت به مرکز اینجا وسط ستونام انتخاب میکنم، میام رو وسط این خط قرار میدم و اینجا هم یه ستون تعریف میکنم. یه کپی از این میگیرم، از اینم یه کپی میگیرم و اینتر رو میزنم، از اینجا کلیک میکنم، این وسط کلیک میکنم. الان ستونامون همه توی راستا و امتداد قرار گرفتن. برای ستون رو باید آکسم تعریف بشه. برای این کار من ستونا رو انتخاب میکنم به این صورت و اینتر رو میزنم. این ستونا رو که دیگه فقط ما به خاطر چک کردن و جا به جایی لازم داشتیم، الان لازمشون نداریم. پاکشون میکنم با دستور اریز. این ستونا رو هم با دستور ام انتخاب میکنم، امو میزنم، اینتر رو میزنم، انتخابشون میکنم، اینتر رو میزنم و از این گوشه انتخابش میکنم و به اندازه 50 تا این سم جابجاش میکنم. یه رکتانگ ترسیم میکنم، یه مستطیل ترسیم میکنم با دستور REC، اینتر رو میزنم، کلیک میکنم روی این نقطه تا این نقطه. حالا میرم روی لایه آد اینجا و XL ترسیم میکنم، XL رو تایپ میکنم، از وسط ستونهای خطای عمودی ترسیم میکنم و این ستونام از وسطشون خطای افقی ترسیم میکنم. از این مستطیلی که ترسیم کرده بودیم یه آفست 3 میگیرم. 3 رو تایم میکنم، اینتر رو میزنم و روی این مستطیل کلیک میکنم، اینتر. خب مستطیل اولی هم میتونید با دستور اریز پاکش کنید، دستور تریم رو تایپ کنید، تیار رو تایپ کنید، اینتر رو بزنید، مستطیل انتخاب کنید، اینتر رو بزنید و کلیک کنید روی این خطاتون و اضافاتشون از سمت خارج پاک کنید. این مستطیل هم بعد از این کار پاکش کنید. خطایی که انتخاب کردیم یه ذره مقیاسش بزرگه. همه این خطای عکس رو انتخاب میکنم و کنترل یک رو میزنم، کلید کنترل نگه دارم و یک رو میزنم. اینجا انتخابش میکنم، اسکیلش رو و میذارم روی 1/10. اینتر رو میزنم و اینو میبندم. اسکیپ رو میزنم، از این دستور خارج میشم. یه لاین ترسیم میکنم، ال ترسیم میکنم، از اینجا به طول 1 اینتر رو میزنم، یه دایره ترسیم میکنم با دستور دایره، سی رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم و کلیک میکنم اینجا یه دایره ترسیم میکنم، یه دایره به شعاع 14 ترسیم میکنم، اینتر رو میزنم. اینو انتخاب میکنم، این خط رو میبرم لایه 1 قرارش میدم. بعد دستور ام رو میزنم، دایره رو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، اینجا کلیک میکنم و بعد اینجا کلیک میکنم. دستور دی تکست رو تایپ میکنم و یه فونتی داخل این مینویسم. دی تی رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، کلیک میکنم نقطه وسط دایره، تا اینجا کلیک میکنم، اینتر رو میزنم و عدد 1 رو تایپ میکنم، اینتر. دوباره اینتر بزنید از دستورش خارج میشید. امو تایپ کنید و اینو جابجا کنید اونقدی که وسط این دایره قرار بگیره. انتخابش کنید و ببرین لایه تکست قرارش بدید. ازش کپی گیرید. دوباره از این دایره کپی میگیرم، خطش کپی نمی کنم، اینجا قرارش میدم، یه لاین از اینجا ترسیم میکنم به طول 1، این لاینم مچ میکنم با این و جا
جابجاش میکنم، میارم اینجا قرار میدم، ازش کپی میگیرم، انتخابش میکنم، این نقطه رو انتخاب میکنم و کپی میگیرم. بالا یا رو میخوام ABC تعریف کنم آکسارا و این وریا 1 2 3 4 5. این آکسو روش دبل کلیک میکنم، هیچ دستوری نباشید، فقط دبل کلیک کنید روش، شیفت رو نگه دارید، ای رو تایپ کنید یا کپس لاک رو روشن کنید با اون تایپ، یه اینتر بزنید در دستورش خارج میشید. دوباره دبل کلیک کنید روی این یکیه، بزنید B، اینتر رو بزنید، دستورش مجددا اجرا میشه، روی این فقط کلیک کنید، C تایپ کنید، روی این کلیک کنید، D رو تایپ کنید، اینتر. اینجا که یکه، این میشه 2، روی این کلیک کنید میشه 3، اینتر رو بزنید و 4 اینتر رو بزنید. حالا بعد کل اینو اندازه گذاری کنید آکسشو و بعد بلاکش کنید. با دستور لینیر روش کلیک کنید. از اینجا اول لایه دایم رو انتخاب کنید و بعد دستور لینیر روش کلیک کنید تا اینجا دایمنشن بزنید. بعد تو قسمت انوتیت از این بالا انوتیت رو انتخاب کنید. کانتینیو روش بزنید. کلیک کنید اینجا، کلیک کنید اینجا. حالا از دستور کانتینیوم خارجی یه اینتر بزنید و یه اینتر دیگه، در واقع دوتا اینتر بزنید. دوباره لینیر کلیک کنید اینجا، کلیک کنید اینجا و یه کلیک دیگه تا ثابت بشه. رو کانتینیو بزنید و به همین ترتیب کلیک کنید و دایمنشنتون رو بزنید. دوباره اینتر رو بزنید، در دستورش خارج میشید. دستور DDA رو تایپ کنید و اینتر رو بزنید، کلش رو انتخاب کنید و اینتر بزنید. اینجوری دایمنشن ها به صورت غیر فعال میشن. و بلاک کنید، B رو تایپ کنید، اینتر رو بزنید، سلکت آبجکت، کل عکس انتخاب بشه، اینتر رو بزنید، پیک پوینتش رو انتخاب کنید این گوشه و اسمش رو بذارید عکس کالم. اوکی بزنید، انتخابش کنید و از این گوشه که انتخابش کرده بودید، اگه 50 تا جابجاش کرده بودید، الانم 50 تا میتونید جابجاش کنید و اینتر رو بزنید یا بیان کلیک کنید روی این نقطه. ما به فعلا خطوط آکس احتیاجی نداریم، بهتره خطوط آکس خاموش بشن. نکته بعدی این که الان اگه این انتخاب کنید، این بلاکتون تو لایه دایم ساخته شده، بهتره ببریدش تو لایه کالم قرارش بدید. این بلاک هایی هم که ساختین بهتره ببرید تو لایه 4 قرار بشه. همش رو انتخاب کنید، انتخاب کنید اینا رو و ببرین لایه 4. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت فراموش نشه. اگر هم اولین بار هست که ویدیویی از این کانال میبینید، دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه من ویدیو جدید آپلود میکنم شما متوجه شین و تشریف بیارین ویدیو جدید رو ببینید. سپاس.